معماری در گفتگو، چهارمین تدکس معماری، مرداد 403. سلام، فرض کنی که از شما خواستن تعدادی گلابی رو با ابزار ماشینی ترسیم بکنید. احتمالاً به این روش متداول و خیلی ساده انجام میدین. یه سمت گلابی رو ترسیم میکنید، محور تقارن و تکرار به تعداد. و به این روش شما گلابی های بی نقص و متقارنی خواهید داشت که میتونین بی نهایت اونا رو تکرار بکنید. اما گلابی هایی که در طبیعت هستن بی نقص نیستن، نامتقارن و غیر هندسی هن. و هیچ دوتا گلابی در طبیعت پیدا نمیشه که از نظر فرم هندسی بر هم منطبق باشن. هر گلابی در این جهان فرم منحصر به فرد خودش رو داره. سمت راست گلهای آفتابگردانی رو میبینین که یک شکل و یک اندازه و همقدر ترسیم شدن و کامل هستن. اما گلهای آفتابگردان سمت چپ بعضی پژمرده با اندازه های متفاوت و ناقص به نظر میرسن. اما همین گلدان آفتابگردان های معیوب 750 میلیون دلار ارزش داره. اینکه هیچ کس گلهای یک شکل و یک اندازه رو دوست نداره. هیچ کس جنگلی رو دوست نداره که همه درختاش هم شکل و هم اندازه باشن. چهره انسان اگر که متقارن بشه ترسناک خواهد شد. در حالی که گلدان سمت چپ حقیقت طبیعت رو داره به شکل اکسپرسیو و دراماتیک تر بیان میکنه، سمت راست طبیعت رو به یک تصویر بیروح تنزل داده. احتمالاً هر دو طراح این ظروف یک ایده ای از کاسه در ذهنشون بوده. اما چه چیزی باعث تفاوت اینها میشه؟ ابزار متفاوت. در سمت راست کاسه هایی رو میبینیم که باز یک شکل و یک اندازه هستن، فرم هندسی دارن، کامل و بی نقصن، متقارنن. و ظروف سمت چپ ظروف سفالی نزدیکتر به فرم های طبیعی هن و فرم ارگانیک دارن. موضوع اینه که اساساً مسئله صنعت و تولیدات صنعتی سرعت و کمیت تولیده، کیفیت نیست. بنابراین اون تعریفی که صنعت از نقص و کمال به ما ارائه میده برای معمارها و هنرمندا جای تردید داره و جای سواله. من مثل خیلی از معمارا پروژه رو گاهی با ماکت‌های خیلی شلخته شروع می‌کنم، یه تیکه فومی که آزادانه ازش کسر میشه و خب در این ماکت‌های شلخته خطوط مستقیم نیستن، زاویه‌ها قائمه نیستن، دقیق نیستن، اما در تبدیل ماکت به فرم سه‌بعدی تمام اون زاویه‌ها قائمه میشن و تمام خطوط هم مستقیم میشن و یک چیزی اینجا از دست میره، یک پیچیدگی و اون بداهه بودن فرم از دست میره. و بعد از تجربه هایی که تو این مورد دیدم فکر کردم که باید این پیچیدگی که اینجا از دست رفته در یک چرخه دیگری به پروژه ما برگردونیم. سمت چپ صندلیه که من سال 2010 برای مسابقه در میلان طراحی کردم که اون تصویر سه‌بعدیشه. و بعد از 2 سال قرار شد که در یک نمایشگاهی که از صندلی‌های معماران بود این صندلی ساخته بشه و در اون نمایشگاه نمایش داده بشه. خب من 2 تا راه داشتم. یکیش این بود که صندلی رو تولید صنعتی بکنیم که تنها راهش هم 3D پرینت، در اون صورت میتونست تمام خطوط صاف و قائمه باشه و بدون نقص این صندلی رو اجرا بکنیم. ولی من تصمیم گرفتم، اولا که پولش رو نداشتیم که 3D پرینت کنیم و این به نفع ما شد چون از یه صنعتگر استفاده کردم. فکر میکنم اون حلقه گم شده در اضافه کردن پیچیدگی ها همون صنعتگر میتونه باشه و یک زبان واسطی که بتونه پیچیدگی ها رو به محصول نهایی منتقل بکنه. توی تصویر خیلی مشخص نیست ولی این صندلی که جنسش برنجه با جوش های نقره جوش داده شده، تمام این موتیفا با دست دونه دونه شکل داده شده توسط اون صنعتگر و جای زخم چکشی که میبینی روی سطوح فلزی هست. ولی من فکر میکنم در نهایت این صندلی ناقص
و پر از عیب و ایراد ناشی از کار دست خیلی زیباتر از اون صندلی است که از نظر هندسی پرفکته. پروسه انجام کار توسط صنعتگره. در مثال دیگه ما پروژه یکی از بانک‌های ایرانی رو داشتیم در مرکز شهر تهران که ایده پروژه رو از یک ماکت خیلی ساده دستی شروع کردیم، از یک تیکه ورق آچار که این ورق آچار برش داده شد و قسمت‌های برش داده رو هم با دست خم کردیم. طبیعتاً زوایای خم‌هایی که داشتیم زاویه‌های دقیقی نبودن، همشون با دست خم شده بودن و اینجا هم فکر کردیم که برای که بتونیم اون بداهه بودن و این تقریبی بودن زوایا رو که ناشی از تقریب در هندسه و تقریب در ریاضیات حفظ بکنیم و یه جوری به پروژه منتقل کنیم، باز از همون صنعتگر دعوت کردیم که با یه ابزار خیلی ساده و با دست این ورق‌ها رو خم کرد و همون تقریب‌هایی که در زوایای ماکت دستی بود به محصول نهایی معماری منتقل شد از طریق یک زبان واسط که باز به جای نقشه فاز دو و به جای دیتیل دیزاین های پیچیده که معموله، یک رول کاغذ خیلی بزرگ بود که زوایا روی اون مشخص شده بود. در یک تجربه دیگه در یک پروژه مسکونی در منطقه متوسط تهران، ما میخواستیم که از این هندسه معمول صفر و یکیه بازشوها فاصله بگیریم تا بتونیم در فضای داخلیمون یک سایه روشنی شبیه به اون چیزی که در طبیعت هست، شبیه اون چیزی که در جنگل می‌بینیم، نور از لای برگ درخت ها وارد میشه، به صورت در واقع نزدیکتر به اون تنوع طبیعیش باشه نورمون. بنابراین ما یک پوسته‌ای داریم که یک هندسه تدریجی داره، یک چیدمانی که در اون عدم قطعیت هست و جاهای متراکم‌تره یه جاهای بازتره. معمولا در دنیا، در اون زمانی هم که با این پروژه رو انجام دادیم فکر میکنم سال 2012 بود، در دنیا پوسته های آجری رو با ربات میچیدن، ولی باز دوباره ما نفولش داشتیم و نه اینکه این روش اون روحیه بداهه‌ای که ما میخواستیم به پروژه اضافه بکنیم و نداشت و روش مناسبی نبود. من فکر میکنم گاهی اوقات نداشتن امکانات و نداشتن بودجه پروژه های ما رو محافظت میکنه در مقابل بیهوده لوپس شدن. بنابراین در اینجا هم ما نیاز داشتیم به یک زبان واسط که بتونه اون عدم قطعیت و بداهگی رو به محصول نهاییمون اضافه بکنه. بنابراین ما با الهام از روشی که در کارگاه‌های فرش دستباف ایران استفاده میشه که گره‌های رنگی روی کاغذ شطرنجی پیاده میشن و بعد با آواز بلند اینها خونده میشه و یک روش شفاهی در معماری تاریخی ایران هم روش شفاهی پیشینه داره، روش انتقال اطلاعات در سایت، یک روش انتقال سینه به سینه هست. بنابراین به جای باز نقشه‌های فاز دو، تمام اطلاعات اون آجرها روی متن فارسی پیاده شد و ما به جای نقشه فاز دو ورقای آچار رو می‌بردیم، متن‌ها رو می‌بردیم و یه کارگری می‌خوند با صدای بلند و یه نفر دیگه هم اونو اجرا می‌کرد. در این روش اگر که ما 10 بار یا بیشتر این پوستر رو اجرا بکنیم، هیچ دوتایشون باز نمیتونن به هم منطبق بشن. اندک تفاوت‌های وجود داره و این چیزیه که من دوست دارم که پروژه رو منحصر به فرد بکنه. همه ما میدونیم که فرش دستباف با تمام نقص و خطاهاش بسیار با ارزش‌تر از فرش ماشینیه و همین ویژگیه که دلم میخواد که این نما هم داشته باشه. اصولا طبیعت هممون فکر میکنم روی این نقطه، معمارا معمولا روی چیزی با هم توافق ندارن، ولی روی این توافق داریم که طبیعت زیباست و به لطف تقریبی و پیچیده بودن طبیعت زیباست. ولی صنعت میاد به ما بسته های مدول های هندسی میده، مدول های خیلی خشک و بیروح میده و باز این چرخه ایه که ما به روش های خودمون باید این رو جبران بکنیم. غرب تهران یه خونه شخصیه، یه خونه شخصیه که قدیما خب خونه های شخصی حیاط داشت، ولی اینجا چون زمین خیلی کوچیکه حیاط رفته روی نما.
این پروژه یه جنگل دست سازه، کاملا با دست ساخته شده، یک نمای چوبیه. متخصصین نوروساینس اعتقاد دارن که ما انسان‌ها به یک میزان از پیچیدگی در محیط ساخته شده اطرافمون نیاز داریم که در اون احساس امنیت و آرامش می‌کنیم، و این برمیگرده به زیستگاه‌هایی که ما در گذشته در اون زندگی می‌کردیم. اون مقدار پیچیدگی میتونسته ما رو از گزند حیوانات وحشی و حوادثی که انسان رو تهدید می‌کرده نجات بده. و به نظرم میرسه که کسالت بار شدن و تکراری شدن معماری مدرنیست به خاطر اینکه فاقد اون پیچیدگی بود. در این پروژه 3000 قطعه چوبی دستساز روی نما نصب شدن تا از یک طرف حامل اون رازآلودگی، ابهام و تنوع طبیعی باشن که در طبیعت وجود داره، و از طرف دیگه خب ما در یک کشوری زندگی میکنیم که هنوز امکان انجام بخشی از پروسه‌های ساخت رو با دست انسان داریم، با نیروهای انسانی داریم، و از این طریق خواستیم که کار دست این افراد رو ارزش گذاری بکنیم. تستیست که از باز و بسته شدن پنجره های نما گرفتیم و دلمون میخواست وقتی که قطعات روی نما فرم هندسی ندارن، نوری هم که وارد فضا میشه تقریبا بیشکل باشه و غیر هندسی باشه. من فکر میکنم که وقتی که طراحی یک پروژه میخواد از روش‌های متداول و معمول فاصله بگیره، فقط طرح نیست که از روتی فاصله میگیره، روش‌های ساختش هم باید خارج از روش‌های متداول و معمول باشه، و حتی فراتر از این زندگی افرادی که در ساخت اون پروژه درگیر هستن هم از روتین خارج میشه. من نمیخواستم دستورالعملی بدم به کارگرای کارخونه و بگم بدون حضور من اینا رو این شکلی درست بکنین. دلم میخواست که واقعا بدونن مفهوم تقریب در طبیعت چیه. بنابراین رفتم راجع به تقریب در طبیعت، راجع به تقریب در ریاضیات، در هندسه و تمام اون ماجرای گلابی و اینا رو براشون تعریف کردم و بهشون گفتم که من یه تعدادی گلابی خلاصه از شما میخوام. و یه چیزی که در مورد اون مثال گلابی ها جالبه اینه که گلابی ها به هر حال درسته که هیچ دوتایشون به هم منطبق نیستن، ولی همشون به یک خانواده فرم تعلق دارن و شما هیچ وقت یک باکس گلابی رو با سیب اشتباه نمیگیرید. بنابراین آزادی هایی که داشتن در فرم دادن ها آزادی های محدودی بوده و میبینیم که ما در کشوری زندگی میکنیم که سابقه طولانی صنایع دستی رو داریم، اما متاسفانه غفلت کردیم از این که بیایم این رو ارزش گذاری بکنیم. ما کشور ما مبدع صنایع نیست، صنعت ساختمانی متعلق به ما نیست، و بعضا هم که از کار دست افراد استفاده میکنیم تلاش میکنیم که خطاها رو پنهان بکنیم، تلاش میکنیم که نشون بدیم که این کار صنعتیه، در حالی که در همه جای دنیا کار دست بسیار با ارزشتر از تولید صنعته. و باز همون چرخه تکرار میشه، میبینیم که چطور چوب رو به یک شیء بیروح تبدیل میکنن. و باید بگم که خب حالا چوبایی که ما استفاده کردیم از جنگلای تجدیدپذیر هم بوده، یعنی ما جنگلی رو بابتش خراب نکردیم، علارغم اینکه خب پروژه خیلی کوچیکه و برای آرت ورک ها این خیلی مسئله مهمی نیست. یه خانه تاریخی، نسبتاً تاریخی، در کنج یکی از میدان‌های تهران تخریب شده و قراره یه ساختمان جدید اینجا ساخته بشه. این خونه به صورت تدریجی هم تخریب شده و برای مدت‌ها تصویری که شهروندا داشتن و خاطره جمعیشون از این قسمت از شهر، تصویر لبه‌های خراب شده و لبه‌های شکسته دیوارهای آجری بوده. البته وقتی من به پروژه رسیدم اثری از اون خونه نبود، من با یه گود مواجه شدم، ولی خب خاطره اون خونه وجود داشت. یکی از ویژگی‌های شهرهای ایران که سیاحان اروپایی هم بیشتر بهش اشاره کردن،
این هستش که خرابه ها در کنار ساخت و سازهای جدید جزو منظر شهری هستند. خرابه ها حذف نمیشن. و در ادبیات و در نقاشی رومانتیسیسم هم میبینیم که خرابه ها خیلی ارزش گذاری میشن. و اینجا هم من فکر کردم که به جای اینکه تخریب رو بیایم نفی بکنیم، بیایم خاطره تخریب رو حفظ بکنیم. اینو پاک نکنیم از چهره شهر. بنابراین هم در فرمای کلی، تقسیم بندی های کلی و اون منحنی ها از معماری خونه استفاده شد و هم لبه های شکسته دیوارهای آجوری به نوعی بازسازی شدن که بتونه المان های، باز اینجا المان های نما دستساز هستن، که این المان های نما بتونن خاطره اون تخریب رو در خودشون حمل بکنن. خب در اینجا در این مثال آخر در اجزای نما که با قالب های دستی و لبه های عمدن شکسته و اتفاقی تولید شدن، ما با یک نوعی از نقص و تقریب مواجه هستیم که ناشی از تخریبه و بنابراین تقریب در اینجا یکی از خواص و کیفیت‌های فرم تخریب شده هست. این المان‌ها در این حال که خاطره تخریب رو در خودشون هم می‌کنن، مثل فرم‌های طبیعی همون خاصیت‌های تقریبی بودن رو دارن، همون کیفیات تقریبی بودن رو دارن که به صورت رندوم و اتفاقی هم درست شدن و با قالب های دستی و باز اون چرخه تکرار میشه. من خب خودم ترجیح میدم که همیشه از متریال های طبیعی استفاده بکنم، ولی وقتی که ما متریال ها رو از طبیعت جدا میکنیم، در واقع اینها رو میکشیم و روحشون رو ازشون میگیریم. به نظرم لازمه که در یک چرخه دیگری به هر نوعی که ممکنه، اینجا حلقه گم شده ما صنعتگر بود، یک سری روش‌هایی بود، زبان‌های واسطی بود که بتونه اون روحیه طبیعی رو بهشون برگردونه، بتونیم اینها رو برگردونیم به فرمی که نزدیکتر کنیم به اون فرمی که در طبیعت داشتن.